درود بر شما. هفتم آذر ماه 1399 خورشیدی و 27 نوامبر 2020 میلادی. امشب در صفحه آخر دو نفر معرفی میکنیم: علی عابدزاده، رئیس تازه تغییر یافته، رئیس پیشین سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران، و مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی. دلیل معرفی این دو در این برنامه صفحه آخر رو در ادامه برنامه در خواهید یافت و خواهم گفت. پرده آخرم البته آخر برنامه. خب بعد از پخش برنامه هفته گذشته صفحه آخر که به جزئیات فاش نشده ای از پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین پرداختیم، رسانه های جمهوری اسلامی آمدن از رو دست هم یه خبر کهنه ای رو منتشر کردن با تیتر قلابی خبر مثلا جدید، که بگن جمهوری اسلامی و اوکراین با هم قرار ادامه مذاکرات رو گذاشتن و دور سوم مذاکرات هم زمان بندی شده. این دور سوم مذاکرات بسیار مهمه در روابط جمهوری اسلامی ایران با اوکراین و با کشورهای دیگر، یعنی در روابط بین المللی جمهوری اسلامی. دور سوم مذاکرات اگر بنابر زمان تعیین شده، یعنی تا همین یه هفته دیگه حدوداً، برگزار نشود، حتی اکثر دو هفته دیگه، هفتم هشتم دسامبر اگر برگزار نشود، احتمال رفتن پرونده هواپیمای مسافربری به سقوط هواپیمای مسافربری به دیوان بین المللی لاهه بسیار بسیار تقویت میشه، یعنی دست اوکراین باز میشود برای اینکه پرونده رو بده به دادگاه بین المللی لاهه. باری داستان هفته پیش و این چیزی که الان بهتون گفتم این بود که هفته پیش ما یه بیانیه ای از معاون دادستانی کل اوکراین منتشر کردیم که میگوید ایران از ادامه تحقیقات درباره موضوع های مربوط به سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین پاپس میکشد، اطلاعات مربوطه را در دسترس ما قرار نمیدهد و به درخواست های مبنی بر همکاری در تحقیقات درباره این جنایت بزرگ که 176 غیر نظامی با تجهیزات نظامی کشته شدند پاسخ نمیدهد. و به همین دلیل به گزارش خبرگزاری اینترفاکس اوکراین، یفگنی ینین، معاون وزارت خارجه اوکراین و مسئول هیئت اوکراینی مذاکره کننده با جمهوری اسلامی، تأکید کرد که سرنوشت مذاکرات آینده میان تهران و کیف درباره انهدام هواپیمای اوکراینی به اجرا شدن توافقات پیشین در این مذاکرات بستگی دارد. به گفته معاون وزارت خارجه اوکراین، مقام‌های جمهوری اسلامی اسناد مربوط به انهدام هواپیمای اوکراینی را که قول داده بودند در اختیار کیف قرار دهند ارائه ندادند و احتمال ارائه پرونده به دادگاه بین المللی بسیار تقویت شده است. خب جمهوری اسلامی میاد مثلا واکنش نشون میده به این، عرض کردم بخش از این برنامه هفته پیش که پخش کردیم و خب طبیعتاً انعکاس داخلی و بین المللی داره، میاد واکنش نشون میده بهش، البته از نوع اطلاعاتیش و طبق معمول گاف میده گنده. یه نکته رو بذارین اول بگم بعد برمیگردم به همین موضوع. رسانه های جمهوری اسلامی برخلاف مواقعی که مطلب یا گزارش رو از همدیگه نقل میکنن، روزنامه هایی که تو ایران منتشر میشه و اینا، حتما مینویسن به نقل از فلان روزنامه یا خبرگزاری. وقتی خبر یا مطلبی رو از یک جای دیگه ای بازنشر میکنن، گزارشی فلان، مثلا کارتون خواب خواب و این داستان رو، ولی وقتی مطلبی رو سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی، حالا یا اطلاعات سپاه یا بیت رهبر یا نمیدونم وزارت اطلاعات، میده به رسانه ها که منتشر کنن، این اون مطلب رو باید بزنن و میزنن و همشون هم اولش مینویسن. نگاه کنید یه سرچ گوگل اینجا درباره دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین با موضوع تعیین غرامت، همه همون تیتر رو میزنن، این مطلب رو میزنن و اولش هم جالبه همشون مینویسن گزارش خودمون. مثلا خبرگزاری مهر میزنه به گزارش خبرگزاری مهر، رادار اقتصادی میزنه به گزارش رادار اقتصاد، جهان صنعت میزنه به گزارش جهان صنعت نیوز، همه همینطور. یک واو کم و زیاد نمیشه البته، نه مطلب نه تیتر مطلب، همه اینه، هم در یک زمان. حالا از جمله اینجور خبرهای فرمایشی و اطلاعاتی همینه که میبینین. دوم آذر 99، دو روز بعد از پخش برنامه صفحه آخر، رسانه های جمهوری اسلامی متن یک مصاحبه قدیمی با سفیر جمهوری اسلامی در اوکراین رو منتشر کردن، اما یه تیتر دروغ، تیتر رو برجسته کنن مثلا،
تیتر خبر و تیتر فرعی رو دارین میبینین، دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین با موضوع غرامت. تیتر فرعی هم نوشته یک منبع آگاه از برگزاری دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین در آذر ماه امسال در شهر کیف خبر داد. همش دروغه، هر دوش دروغه. متن خبری هم که زیر این تیتر زدن هیچ ربطی به این تیترا نداره، نه اون تیتر اصلی نه فرعی. متن خبر عیناً براتون میخونم. منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی ایران اخیراً در گفتگو با روزنامه تهران تایمز، اخیراً خبر میگه اخیراً، اون معلوم نیست که چند روز پیش چند هفته پیش، اخیراً در گفتگو با روزنامه تهران تایمز از برگزاری سومین دور مذاکرات ایران و اوکراین درباره سقوط هواپیمای اوکراینی در آذر ماه امسال در شهر کیف پایتخت اوکراین خبر داده است. خبر داده است. در همین ارتباط یک منبع آگاه به خبرگزاری مهر یا هر جای دیگه که این خبر ما خبرگزار مهر باشه یا هر جای دیگه‌ای که چاپ کرده، اگه میگم مثلا چه می‌دونم فرارو بود مثلا، میزاد یک منبع آگاه به مثلا فرارو گفت قرار بود موضوع دور دوم مذاکرات در تهران تعیین غرامت جانباختگان باشد که با توجه به اعلام هیئت اوکراینی مبنی بر نداشتن آمادگی این موضوع به دور بعدی موکول شد. الله اعلم. خب وی درباره تاریخ دقیق برگزاری دور سوم مذاکرات اظهار داشت تاکنون وزارت امور خارجه زمان برگزاری دقیق نشست را اعلام نکرده و معمولاً یک هفته تا ده روز قبل از آغاز مذاکرات سایر اعضای تیم ایرانی مذاکره کننده از زمان برگزاری مذاکرات مطلع می شوند. و یادآور شد در جریان برگزاری دور دوم مذاکرات قرار شد سومین نشست در شهر کیف برگزار شود. همین. این خبر قبلاً بارها چاپ شده بود. بارها. یعنی یه ماه پیش چاپ شده. یعنی هیچ قراری تعیین نشده. و تهران تایمز هم دو هفته پیش رفته با سفیر اوکراین صحبت کرده بود. هیچ قراری تعیین نشده. پس چرا تیتر میزنین خبرسازی میخواین بکنین؟ چون هم میخواییم افکار عمومی رو منحرف کنیم، هم از آبرو ریزی بیشتر و فشار بین المللی بیشتر میترسیم. میترسیم که دیگه نتونیم وقت بخریم و اوکراین به دیوان عدالت بین المللی شکایت کنه، وقتی کاری نمیتونیم بکنیم و این جنایت ممکنه یقه ما رو خیلی بیشتر از اون که انتظار داریم بگیره. تا حالا تونستیم یه جوری کنترلش کنیم. خب ببینید، در این برنامه من میخوام یکی از متهمان اصلی این جنایت رو معرفی کنم که اخیراً به دلایلی که خواهم گفت به عنوان متهم اقتصادی هم مثلا ازش جاهایی نام میبرن. علی عابدزاده، ایشون تو 48 ساعت بعد از سقوط هواپیما مسافر برای اوکراین دو بار آمد سیمای آقایون مفصل به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و سعی کرد به نمایندگی از آقایون بیشترین دروغ‌ها رو درباره این جنایت به خورد مردم و افکار عمومی بین‌المللی بده. هر گونه ارسال نظری در خصوص که چه اتفاقی افتاده قبل از اینکه این اطلاعات از این جعبه سیاه بیرون بیاد کارشناسی نخواهد بودش. ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. این آدمو در فاصله دور اول و دوم مذاکرات ایران و اوکراین از ریاست سازمان هواپیمایی کشوری برمی‌دارن. جاش یکی دیگر رو می‌ذارن. نه به خاطر تنبیه ها. این کلی براشون اون 48 ساعت اول حرف زد، دوید. من نمیدونم چه گذشته. ببینین دور اول مذاکرات در کیف پایتخت اوکراین 9 و 10 مرداد 99 برگزار شد و دور دوم 28 تا 30 مهر در تهران. 5 روز بعد از تموم شدن دور اول مذاکرات علی عابدزاده رو برداشتن، جاش حاج تورج دهقانی زنگنه رو گذاشتن. این برکناری عابدزاده در ریاست سازمان هواپیمایی کشوری هیچ جوری خلاصه مطلب به قول بچه های جنوب شهر تهران تو کت من نمیره. این ذهن منو مشغول کرده. آدمی که باید از اول بود تو جریان و توی جلسات مذاکرات هم همیشه بود. مقامات رسمی نه در ایران و نه در اوکراین هیچی در این باره نمیگن. ولی بیشک پذیرفتنی نیست که مسئول رسمی پاسخگویی به این جنایت، یعنی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری رو 5 روز بعد از دور اول مذاکرات، وسط مذاکرات در واقع، بردارن و تازه بیان دلیل کنار رفتنش رو
هم رئیسش بگه بازنشست شد، نمیدونم یکی دیگه بیاد بگه که از نظر اقتصادی مشکل داشت و اینا، و بعد یه دفعه رسانه ها بیان یه چیز مسخره تر از همه رو مطرح کنند که هیچ ربطی به اون جنایت نداره. دلیل برکناری رو بذاریم براتون بخونم، اینجوری نوشتن رسانه های جمهوری اسلامی. یک منبع مطلع به شرق میگوید بخش‌های نظارتی دریافتند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از فیلیپین اخذ شده جعلی است. عجیب‌تر آن که پیشتر شک و شبهه‌های درباره ریز نمرات، نه مدرک دیپلم، ریز نمرات مدرک دیپلم این مقام مسئول در سال 1353 مطرح شده بود و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده بود. بعد در ادامه کلی توضیح و تحلیل درباره ریزنمرات علی عابدزاده که سال 53 در فیلیپین دیپلم گرفته، یعنی 45 سال پیش، و چون این ریزنمرات خیلی ناپلئونی بوده 45 سال پیش که دیپلم گرفته از ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، امروز برکنارش. آخه غیر از توهین به شعور مردم با انتشار این مثلا خبر، در یه همچین وضعیت مهم میپیشه. یک نکته مکرر در این رابطه می شود دید که مافیا از همه افرادش پرونده داره، قطور پرونده می سازه. وقتی بخواد برای حفظ منافع پدرخوانده مقدس کسی رو قربانی بکنه، براش فرق نمیکنه کی باشه و چقدر به نظام مقدس خدمت کرده باشه، یکی دو صفحه از اون پرونده رو رو میکنه و حذف طرف رو به اصطلاح مستدل و مشروع میکنه. این آقای عابدزاده 5 سال رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بوده. از کجا آمده؟ علی عابدزاده 65 سالشه. انقلاب که میشه 22 سالش بود. از قبل از انقلابش هیچ سابقه من لااقل پیدا نکردم. موقع انقلاب فیلیپین بوده. فیلیپین، حالا من نمیدونم چرا فیلیپین بوده قبل از انقلاب. سال 58 ببخشید ترک تحصیل میکنه. در رزومش اومده ترک تحصیل میکنه، میاد ایران. خب مهاجرای ترک تحصیلش کاملا حاشیه‌ای، سال 58 خیلی از دانشجوهایی که در به اسم دانشجو حالا در هند، فیلیپین، کشورهای آسیای شرقی بودن، اینا حتی اروپا، اینا آمریکا، اینا برگشتن ایران. حالا این آدم هم همینطور. این موضوع کاملا حاشیه‌ای است. یک سال بعد از اینکه میاد ایران، یعنی سال 59، میگه فوق لیسانس مدیریت بازرگانی خوندم در فیلیپین. اینا مدرکش، و همین مدرک است که حالا بعد از 45 سال سرش بحثه که چرا ریزنمرات نداره و اینا. در پرونده های پرسونلی وی در 40 سال اخیر، یعنی از سال 59 تا 99، منحصراً یک گواهی تحت عنوان ارزشنامه تحصیلات خارجی که فاقد ریزنمرات تحصیلی است در رشته مهندسی مدیریت مربوط به یکی از دانشگاه‌های کشور فیلیپین وجود دارد که در تاریخ 12/8/1359 مورد ارزشیابی قرار گرفته و ادعا شده اون مدعی است توانسته در طول 3 سال مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را با هم دریافت کند. اولین شغلی که آقای علی عابدزاده می‌گیره مسئولیت حراست فرودگاه مهرآباد. بعد در تابستان 59 به عنوان نیروی فنی آشیانه تعمیرات با لابی‌های متعدد و فشارهای سیاسی گسترده و معمول به شرکت هواپیمایی آسمان معرفی می‌شود. شرکتی نوپا که به دنبال تصمیم شورای عالی انقلاب در تیر ماه 1359 و از ادغام 4 شرکت ایر تاکسی، ایر سرویس، پارس ایر و هور آسمان شکل می‌گیرد. ببخشید. عابدزاده به اتفاق 2 نفری که با هم دیگه از فیلیپین آمده بودن ایران، بذارید این هم براتون بخونم کوتاه‌تر میشه و سریع‌تر. در بدو ورود خود به این شرکت، یعنی آسمان، انجمن اسلامی شرکت آسمان را تأسیس و در سال 65 موفق میشود با بهره برداری صرف از همین درگاه به عنوان مدیر عامل این شرکت منصوب شده و همراهان خود را هم در مسندهای حساس معاونت خود بگمارد و بیش از 20 سال در این سمت بماند. در دوره مدیریتی او در شرکت هوایی آسمان، این شرکت طبق آمارها بدترین شرکت هواپیمایی مسافری ایران از نظر تأخیر، سقوط و اشکالات فنی پرواز بوده و هست.
عمر هواپیماهای آسمان جوانترینش 27 سالشه. هواپیماهایی داره آسمان که تو دنیا دیگه از رده خارج شدن و فقط در ایران مسافرکشی میکنن، اونم فقط تو شرکت آسمان، مثلا بوئینگ 727. در آذر 95 اتحادیه اروپا هواپیمای آسمان را از پرواز در حوزه اتحادیه اروپا به واسطه آنچه که نگرانی های ایمنی پروازخان منع کرد. گفت میان سقوط میکنین اینجا. این آدم 20 سال اونجا بوده مدیر عامل. آبزاده تا سال 90 مدیر عامل آسمان بود. بعد رفت معراج. خیلی جالبه. ماهان، معراج، آسمان، هر جا این آدم بوده اونجا تحریم شده به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در نقل و انتقال صدا و تجهیزات. و جالب اینه کسی که جای عابدزاده آمده شده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، گرچه سابقه ارتشی داره، اونم از معراج اومده و در 20 سال گذشته همکار و رفیق گرما به گلستان عابدزاده بوده. دزدی های رو شده علی عابدزاده از اواخر دهه 60 همون اوائل کارش، وقتی که با حاج اصغر برادر حاج اکبر ترکان وزیر دفاع اون موقع، یعنی وزیر دفاع دولت اول رفسنجانی و بعد وزیر راه و ترابری دولت رفسنجانی، یه شرکت میزنن تو فرانسه واسه خرید هواپیما و قطعات هواپیما. عابدزاده توانست بودجه های دولتی را در این حوزه انحصاراً و بدون هر گونه دخالت سازمان بازرسی کل کشور و با اتکا به برخی فاکتورهای سوری، عاید شرکت مطبوع خود و منافع همراهانش کند. سال 73 تو اصفهان افتاد زندان به دلیل دزدی منجر به سقوط یک هواپیمای مسافربری. 20 مهر 73 هواپیمای فوکر متعلق به شرکت آسمان پرواز اصفهان تهران سقوط میکنه و همه 66 سرنشینش کشته میشن. دلیلش چی بود؟ بعد از کارشناسی های بسیار و رأی بر قصور و تقصیر شرکت آسمان و برملا شدن بسیاری از تخلفات مالی علی عابدزاده، از جمله در عدم صدور فاکتور تعویزی، یعنی قرار بوده از تعویز سکان افقی متحرک هواپیما انجام بشود، انجام نشده و صدور فاکتور تعویزی با همان عنوان صادر میشه. یقش رو میگیرن، موجبات زندانی شدن وی را در اصفهان فراهم میآورد که با دخالت دولت و ضمانتنامه بانک مرکزی وقت مرحوم نوربخش آزاد میشود. پرونده سانحه هنوز هم در دادگاه اصفهان مفتوح است و بدون سرانجام مشخصی در حاله از ابهام قرار گرفته است. آقا فاکتور زده بود که قطعات هواپیما خریده و داره عوض میکنه، در حالی که همش قلابی بوده، فقط پولش گرفته. هواپیما سقوط میکنه، 59 مسافر و 7 خدمه کشته میشن و همچنان علی عابدزاده مدیر عامل آسمان میماند. سال 83، یعنی درست 10 سال بعد، اواخر دولت خاتمی، دولت میاد یکی از دزدیای دیگه‌اش 40 میلیون دلار میده که هواپیمای فلایت چک فالکون 20 که برای بررسی امکانات پرواز هواپیماها و امکانات فرودگاهی استفاده میشه، چک میکنه این عوض بشه. کهنه بوده. فالکون 20 یه هواپیمای دو موتوری فرانسوی است، حد اکثر 13 تا 15 نفر سرنشین میتونه داشته باشه و سابقش مال سال 1960، یعنی 60 سال پیش. نکته مهم اینجاست که انحصار فالکون در ایران، انحصار خرید فالکون، دست آقای علی عابدزاده است. همین یه نفر، دست فقط این شخصه، نه شرکت چیزی، از طریق شرکتی البته، ولی اسم عابدزاده باید امضاش باشه تا فالکون خریده بشه. از همون اواخر دهه 60 که ایشون با داداش اکبر ترکان حاج اصغر شرکت خصوصی زدن در فرانسه، انحصار فالکون رو در ایران شخص عابدزاده گرفت. خب بخشی از 40 میلیون دلار دولت رو در سال 83 آقای عابدزاده میریزه به حساب بانکیش در فلانجا، نمیدونم کجا و
چقدرش رو میده به حاج اصغر برادر مشاور ارشد رئیس دولت تدبیر امید به جای تعویض فالکون 20 که عرض کردم بهشون میگم فلای چک و کارشون بررسی مختصات امکانات پروازی فرودگاه است. فقط یک فالکون 20 یک فالکون ببخشید فقط یک فالکون تشریفاتی 2000 میخره که بذاریم براتون بخونم عیناً. شرق نوشته یک منبع آگاه درباره جزئیات این موضوع میگوید علی آبزاده مدیر عامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان در خلال سالهای 85 تا 90 25 میلیون دلار وجوهات دولتی از سازمان هواپیمایی دریافت کرده تا اقدام به خرید یک هواپیمای فلایت چک کند، اما به جای آن یک هواپیمای فالکون 2000 آن هم بدون پنل فلایت چک خریداری می‌کند که اکنون نیز کارایی برای وارسی ندارد. در پرونده دیگری که برای فلایت چک‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده، علی آبزاده یک هواپیمای کینگ ایر 2000 با پنل فلایت چک را به 3 برابر قیمت خریداری کرده، در حالی که در روند بررسی این موضوع روشن شد که این هواپیما تنها 2.5 میلیون دلار می‌ارزیده، اما 11 میلیون دلار فاکتور زده است. به هر حال یکی از محصولات این دزدی کلان که فقط از یک فاکتور قلابیش 8.5 میلیون دلار به جیب می‌زنه آقای عابدزاده این است که هواپیمای کهنه فالکون 20 همچنان استفاده می‌شود. و در 3 مارس 2014 یک فروند فالکون 20 سازمان هواپیمایی کشوری که در حال عملیات پرواز و ارزیابی تجهیزات فرودگاهی بود در آبهای ساحل شرقی جزیره کیش سقوط میکنه. کشته شدگان این حادثه از جمله 2 تا از بهترین خلبانان و مدیران کل معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری بودن، خلبان مهدی احمدی موسوی و خلبان مسعود جلیلی مدیر کل دفتر گواهینامه‌ها امتحانات و امور پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری. باز همچنان علی عابدزاده در رأس آسمانه. سال 1390 میاد با همین تورج دهقانی زنگنه که الان مدیر سازمان هواپیمایی کشوری یک شرکت هواپیمایی میزنه به نام معراج، عابدزاده میشه قائم مقام معراج، تورج میشه مدیر عاملش. عابدزاده همزمان به سمت عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی کیش و رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ایران ارتور منصوب می شود و دوستان آسمانی خود را به شرکت ایران ارتور منتقل می کند و هر یک را در مسندی می نشاند. کسی که سالها در رده های مختلف مدیریتی بوده، صحبت می کردیم با هم دیگه، می گفت آنچه راه عابدزاده را تا ریاست سازمان هواپیمایی کشوری که مهمترین نهاد مسلط بر تمام امور پروازی و فرودگاهی و هواپیماهای غیر نظامی است هموار میکنه، ماجراهای سال 1383 فرودگاه امام بود، امام خمینی. سال 83 ساخت فرودگاه امام خمینی رو دولت تموم میکنه. احمد خرم وزیر راه و ترابریه، دعوا میشه با سپاه سر سود مالی این فرودگاه، سود مالی آینده فرودگاه. دولت خاتمی قرارداد بسته بود با شرکت ترکیه‌ای تاو برای کیترینگ و هندلینگ به اصطلاح برای خدمات، خلاصه مطلب خدمات پروازی و خدمات فرودگاهی. از چند ماه قبل از افتتاح فرودگاه سپاه فشار می آورد به دولت که خودش از طریق شرکت هوایی آسمان خدمات فرودگاه دستش بگیره و شرکت ترکیه‌ای رو بیرون بکنه. علی عابدزاده اون موقع رئیس شرکت هوایی آسمان بود، مدام این بر اون بر با رسانه های سپاه مصاحبه میکرد فارس و غیره و اینا و میگفت شرکت ترکیه‌ای تاو با اسرائیل مرتبطه است، نباید بیاد ایران و از این حرف. دولت وقت، دولت خاتمی، اسرائیلی بودن شرکت ترکیه تاو رو رد کرد و به تبلیغات سپاه علیه اون قرارداد گوش نداد. فرودگاه طبق برنامه افتتاح شد. شاید شنیده باشین داستانشو، ولی سپاه باند فرودگاه رو بست.
فقط یه پرواز نشست برای پرواز دومی باند و بس فرودگاه تعطیل شد. بعد وزیر راه احمد خرم استیضاح شد، برکنار شد، قرارداد شرکت ترکیه تا فسخ شد، فرودگاه امام راه افتاد، علی آبزادی شد رئیس سازمان هواپیمای کشوری ایران و اینقدر قدرتمند شد که سال 96، سه سال قبل از سقوط هواپیمای مسافری اوکراین، وقتی هواپیمای تهران یاسوج سقوط کرد و دادگاه حکم به برکناری علی عابدزاده و اونان مقصر داد، حکم دادگاه مسخره کرد، کنار نرفت، مون به همین سادگی. قانون در مملکت حاکم است، قوه قضاییه فلاش بابا، همه وصلن به اون پیشوا رهبر معظم کت خدای مقدس، هر کی به اون خدمت بیشتر بکنیم. قانون چیه؟ هواپیمای تهران یاسوج که 65 تا سرنشین داشت و میدانید همچنان داغی است بر دل که خلبان حجت الاسلام فولاد با بیش از 25 سال سابقه پرواز خلبانش بود، مال شرکت هواپیمای آسمان بود متاسفانه. در ساعت 8 و 5 دقیقه صبح روز یکشنبه 29 بهمن 96 از فرودگاه مهرآباد تهران پرواز کرد. مکالمه خلبان پس از حدود 1 ساعت و 25 دقیقه با برج مراقبت قطع شد و هواپیما در ساعت 9:32 دقیقه صبح پس از اصابت با کوه دنا سقوط کرد، صخره های کرکس. همه سرنشینان کشته شدند. نزدیک به نیمی از سرنشینان تهران یاسوج کارشناسان ارشد و نخبه های محیط زیست بودند. سقوط هواپیما 10 روز بعد از اعلام حکومتی خودکشی دکتر کاووس سید امامی انجام شد. استاد دانشگاه و فعال ارشد محیط زیست در زندان اوین گفتن خودکشی کرده. فشارهای بعدی به همسر و خانواده دکتر سید امامی زندانی کردن طیف وسیع از کارشناسای محیط زیست توسط اطلاعات سپاه خیلی ها رو به این نتیجه رسوند که به گوش شما هم رسیده که دکتر سید امامی رو در زندان کشتن. 10 روز بعد از اعلام این مرگ در زندان 16 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان ارشد محیط زیست میرن تهران در دیدار با نمایندگان مجلس از بازداشت همزمان 19 تن از فعالان محیط زیست و شاگردان دکتر سید امامی میگن که واجون اینا رو آزاد کنیم. و میدونید دیگه بحران ایجاد شده بود در مسائل در ایران و همزمان که اینها رفته بودن تهران در دیدار با نمایندگان مجلس خبرهای پخش شد خیلی وسیع در فضای مجازی، به ویژه که یک گروه تحقیقاتی زیر نظر دکتر سید امامی در بعضی مناطق ایران به طور ناخواسته و اتفاقی به مراکز سری سپاه پاسداران رسیده بودند و روی تأثیر فعالیت‌های مخفی سپاه بر محیط زیست کار می‌کردند و همین باعث بازداشت گروهی و ساکت کردن اونا شده بود. اون 16 نفر اساتید دانشگاه و فعالان ارشد محیط زیست بعد از مذاکره با نمایندگان مجلس سوار هواپیما میشن برگردن یاسوج، تو راه هواپیما میخوره به کوه، همه سرنشین رو کشته میشن. مجلس بعد میاد، مجلسشون میاد قضیه رو از نظر فنی بررسی میکنه. گزارش کمیسیون هست 90 از علت حادثه میگوید چون هواپیما کهنه بود و درست تعمیر نشده بود و اصلا تبدیل به انباری شده بود سقوط کرده و مقصر سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی آسمانند که این هواپیما رو گذاشتن پرواز بکنه و سازمان هواپیمایی کشوری مدارک و اسناد درخواستی را خصوصا در ارتباط با اطلاعات جعبه سیاه به صورت ناقص در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار داده برای بررسی و در مواردی اطلاعات و اسناد غیر مرتبط را به کمیسیون داده. همچنین گزارش های مربوط به این سانحه توسط اعضای گروه های بررسی سانحه نوشته نشده و توسط کسان دیگری نوشته شده که محتوای آنها را گروه بررسی سانحه تایید نمی کند. یعنی چی؟ یعنی اونجا هم آقای عابدزاده در آسمان همین کاری ها که میکنه که سر سقوط هواپیمای اوکراینی میکنه، میاد قضیه رو ماسمالی بکنه. کی بهش میگه ماسمالی؟ که تنها نیست که، رئیساش بهش میگن. رئیساش کیان؟ همون هایی که هواپیمای اوکراینی رو زدن. میاد به جای تیم بررسی سانحه توی تیم تخصصی میاد گزارش های مربوط به فاجعه سقوط هواپیمای تهران یاسوج و که یه عده از بهترین کارشناس های محیط زیست ایران توش بودن
میاد خودش مینویسه علی عابدزاده رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری و دوروریاش. نتیجه چی میشه؟ تو دعواهای باندی بالایی ها مجلس فشارشو میاره، دادگاه میگن آقا ما آبرومون داریم میره، همه چی داره دست به دست هم میده، دادگاه میاد حکم برکناری علی عابدزاده رو میده ریاست سازمان هواپیمایی کشوری. علی عابدزاده به انفصال از خدمت محکوم شد و مطابق قراری که شعبه 13 بازرسی دادسرای عمومی برای او صادر کرد، از اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شد. یعنی در هیچ شرکت هواپیمایی دیگه نباید کار بکنه. کی؟ 24 مهر 98. اما موند، همچنان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری موند. حکم دادگاه کیلو چند؟ کی و کجا شما شنیدین که دادگاه حکم بده و محکوم اجرا نکنه و هیچ وقت هیچ کس کاری بهش نداشته باشه؟ چون هنوز رؤساش خیلی باش کار داشتن. وقتی هم که هواپیمای اوکراینی سقوط کرد، او بود که یک ساعت و نیم آمد سیمای آقایون گفت امکان نداره موشک خورده باشه و هواپیما، من دیدم که موتور هواپیما آتیش گرفته بود. کسی که چند تا پرونده دزدی و اختلاس چندین میلیون دلاری ازش دارند، کسی که یکی از پرونده هاش این است که سالها از چند جا حقوق میگرفته، برای عابدزاده در سالهای 95 تا 97 درست زمانی که در سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشت، در شرکت هواپیمایی ماهان هر ماه به صورت تمام وقت بیمه و سنوات پرداخت می‌شد. همچنین در سالهای 91 تا 94 با وجود اینکه در هواپیمایی آسمان حضور نداشت، اما برای او حق بیمه و سنوات پرداخت شده است. کسی که دست کم دو بار در دادگاه‌های خودشون محکوم شده فقط در پیمان با پرونده سقوط هواپیمای مسافربری، که یک بارش افتاده زندان و یک بار تعلیق شده و اصلا به روی مبارک نیورده و سر پستش مونده، حالا اینطوری میاد خوش خدمتی میکنه به دستگاه تا جواب محبتاشون. اصلا قرار همینه و تا لحظه آخر هم هواشون داشته باشه. یعنی از خودشونه، یعنی چه هواشون داشته باشن؟ ببخشید، قرار همینه. بعد احتمال، من نمیدونم، شاید احتمال بازداشتش مثلا میره به دلیله، چون مسئول اصلی پاسخگویی به روابط بین الملل، افکار بین الملل همه رئیس سازمان هواپیمایی کشوریه. وقتی احتمال میره که مثلا باید بیاد، واقعا ممکنه بازداشت، یعنی مجبور بشن بازداشتش رو کنن، مثل خیلی از سران حکومت قبل از انقلاب که تفلی ها رو بازداشت کرد، هویدا رو مثلا بازداشت میکنه، حالا قیاس ما الفارقه، میدادن زندان. خب احتمال بازداشتش میره به دلیل، ببینید هویدا رو مثال زدم، من اینکه بگم در حکومت ها ممکنه خودشون بگن ما مجبور شدیم خیلی کارا بکنیم که نباید میکردیم، مثلا چون افراد خودمونن، داخل خودمونن. حالا اینم من چون نمیدانم عرض میکنم که ممکنه به دلیل فشار اوکراین میبایستی، نمیدونم، مثلا اینو بازداشت میکردن، قربانیش میکردن تا بگن خیلی خوب مثلا یکم متهمین و فلان اینا، بعد میبینن نمیشه، بازداشت چیه؟ خب میان برکنارش میکنن که اصلا نباشه. و گفتم بسا دیگه در ایران نباشه این شخص، الان هیچ سمتی الان نداره در ایران، تا خرخره میدن بهش بخوره، دزدی کنه، فر بتر بشه تا بفرستنش جلو دوربین سیماشون، دروغاشون رسانه‌ای کنه. بعد کسی که آمده به خاطر کشته شده های این جنایتی که عابدزاده و امثال او توجیهش میکنن شمع روشن میکنه، حکم 4 سال 5 سال زندان بهش میدن. 25 ژوئیه 4 مرداد 99 بهاره هدایت نوشت: دادگاه مربوط به بازداشتم در 21 بهمن 98 هفته پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد و امروز حکم ابلاغ شد. حبس تعزیری 4 به اتهام اجتماع و تبانی بابت شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراین. بعد از اون ور جمهوری اسلامی هواپیمای مسافربری اوکراین رو میزنه، اولین واکنش عملی اوکراین این است که دانشجوهای ایرانی مقیم اوکراین رو اخراج کنه. 20 مهر 99 هر سال دانشجویان ایرانی مقیم اوکراین اقامت خود را با پرداخت هزینه‌ای تمدید می‌کنند، اما امسال
طی اتفاق عجیبی دولت اوکراین پاسپورت دانشجویان را تمدید نکرد. دلایلی هم که میاره اداره مربوطه در اوکراین البته هیچ ربطی به سرنگونی هواپیما نداره. به یکی میگن آدرس درست نیست، به یکی میگن تاریخ ثبت نامت با مدرک دانشگاهی جور در نمیاد، برکه یه جوری میگن کاملا بی ربط به حقیقت و اصل موضوع. ولی به هر حال حاصل این است که دانشجوی اوکراینی رو اخراج میکنه. کرده. این یک نمونه کوچک از نتایج تروریسم جمهوری اسلامی است. موضوع دیگر، هفته پیش اعلام شد که یک قرارداد 20,000 میلیارد تومانی بین قرارگاه خاتم سپاه پاسداران با مهدی جهانگیری امضا شد. در قرارداد اقتصادی بزرگی که میان گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم الانبیا بسته شد، مقرر شد تا زمینه سرمایه‌گذاری 20,000 میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب فراهم شود. مجتمع فولاد بناب مال گروه مالی گردشگری است که مهدی جهانگیری رئیسشه و یکی از اعضای هیئت مدیرش رضا حمزه‌لو است که در دادگاه متهمان اختلاس 7.5 میلیارد دلاری یا یورویی، هر دو رو تو دادگاه میگن که شرکت بازرگانی پتروشیمی میگن کرده، آقای رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول پرونده در دادگاه، در این پرونده. خب مجتمع فولاد بناب، عرض کردم گروه مالی، یکی از چیزای گروه مالی گردشگری است، زیر مجموعه اونه که یکی از اعضای هیئت مدیرش رضا حمزه‌لو است، این متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی و مهدی جهانگیری رئیسشه. خب مهدی جهانگیری داداش اسحاق، معاون اول رئیس جمهور روحانی، به عنوان یکی از ریشه های فساد در مهر 96 بازداشت شد. یعنی سپاه 20,000 میلیارد تومان قرارداد بسته با یک ابر بدهکار بانکی و متهم به فساد کلان اقتصادی. سپاه که میگه من مدافع ارزش های انقلابم و نمیدونم فلانم و این انقلابتون و ارزش هاتون و دفاعتون. 14 مهر 96 اعلام شد که مهدی جهانگیری بازداشت شده است. 24 تیر 99 سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری گفت دادگاه برگزار شد و به اتمام رسید. حکم دادگاه در ارتباط با ایشان صادر شده و محکومیت‌های حاصل کرده است که بعد از صدور حکم قطعی رأی اعلام می شود. هیچ وقت این حکم قطعی اعلام نشد تا 20 آبان 99 که اعلام شد مهدی جهانگیری 20,000 میلیارد تومان با سپاه قرارداد بست. موقع امضای قرارداد سردار محمد فرمانده جوان قرارگاه خاتم الانبیا با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری توسعه بخش معدن را به عنوان نفت دوم کشور مورد تأکید قرار دادند گفت امیدواریم با امضای این موافقت نامه افزایش صادرات و توسعه اشتغال شود و و از این حرف. مهدی جهانگیری از کجا و کی پولدار شد بعد به اینجا رسید اینجوری شد؟ حالا همه رو توضیح میدم تون تون. یادتونه که اسحاق جهانگیری مخصوصا تو شو تبلیغات انتخاباتیشون میگفت دولت احمدی نژاد فاسدترین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی است. از این حرف مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از نزدیکترین آدم‌ها به اسفندیار رحیم مشایی بوده است و بسا هنوز هست. رحیم مشایی سالها معاون و مراد احمدی نژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی دولت احمدی نژاد. معاون رحیم مشایی تو سازمان میراث فرهنگی احمدی نژاد مهدی جهانگیری بود، حواستون باشه. بعد از معاونت مهدی جهانگیری میره با حمیدرضا بقایی و اسفندیار رحیم مشایی شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری سمگا یا به قول انگلیسی نوشتنشون سمگا را تأسیس میکنه به عنوان شرکت خصوصی. سهامدارای اصلیش کیان؟ مهدی جهانگیری برادر اسحاق که شد معاون اول دولت روحانی، مشایی و بقایی معاونای دولت احمدی نژاد. تاریخ ثبت سمگا یا سمگا 7 تیر 87
88 هفتم تیر 88 همه با هم ببینیم و سرمایه چقدر 20 میلیارد تومان. خب جهانگیری پس از استعفا، مهدی جهانگیری پس از استعفا در سال 87 از معاونت سازمان میراث فرهنگی جهانگردی شرکت خصوصی سمگا را تأسیس کرد و با حمایت ویژه دولت احمدی نژاد شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری سمگا را تأسیس کرد. اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی رئیس و معاون وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مهدی جهانگیری معاون مستعفی مشایی در مراسم آغاز پذیره‌نویسی شرکت خصوصی سمگا 19 اردیبهشت 88 شرکت کردند و سهامدار آن شدند. همان روز 50% و طی 4 روز بعد 100% سهام عرضه شده شرکت سمگا توسط بانک‌ها و مؤسسات سرمایه گذاری خریداری شد. اینو میگن رانت. برن یاد بگیرن اونا که دنبال پارتی بازی و رانت افتادن پشت عبای آخونده. اینو میگن رانت و مافیای فامیلی و حکومتی. دور احمدی نژاد روحانی هم نداره، همش هفته پیش گفتم دور خامنه ایست با همکاری سپاه. اواخر دوره احمدی نژاد سال 91 سازمان گردشگری بیانیه داد، اعلام کرد که بقایی و مشایی سهامدار سمگا نیستن دیگه. نیستن چرا؟ چون بین مهدی جهانگیری و بقایی سر سهم شیر دعوا بالا گرفت و چون بقایی و مشایی هر دو میدانید دیگه هدف حمله به دولت احمدی نژاد مخصوصا این دو نفر بودن، تصمیم گرفته شد که اینا برن کنار. بقیه موندن، بعضی وقتا به عنوان عضو علل بدل هیئت مدیره، بعضی وقتا عضو اصلی. یکیشون عرض کردم متهم اصلی دادگاه پتروشیمی رضا حمزلو. ببینین مافیای قدرت و ثروت تو همین یک مجموعه، البته یک بچه کوچیک که نیست، تو همین یک مجموعه ببینین چقدر همدستی این چیزایی که برای فقط فریب مردم و افکار جهانی و دولت ها حتی گفته میشه، این اصلاح طلب اون مذاکره میکنه، این حمله میکنه، اون فلان، همشون دستشون توی همه. مافیای خانوادگی و فامیلی جمهوری اسلامی ببینین چقدر روشن میشه، از علی نقی خاموشی مؤتلفه گرفته تا عراکی نماینده رهبر معظم تا معاونای احمدی نژاد تا معاون اول روحانی و داداشش. بزرگترین سهامدار شرکت بازرگانی پتروشیمی شرکت سرمایه گذاری ایران است که مهمترین نام مطرح در آن علی نقی خاموشی سرمایه‌دار بزرگ و رئیس اسبق بنیاد مستضعفان است. نام دیگری که این روزها با این پرونده مطرح شد رضا حمزلو، رئیس سازمان خیریه امداد تقریبی سخا، از زیر مجموعه های مجمع تقریب مذاهب با ریاست آیت الله محسن عراقی، نماینده آیت الله خامنه‌ای، امام خامنه‌ای سرچ. حمزلو سال 88 به ریاست شرکت بازرگانی پتروشیمی منصوب شد. او البته همان سال عضو هیئت مدیره شرکت سمگا هم بود. سمگا همان شرکتی است که مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور فعلی نیز در آن عضویت داشت و از حمایت ویژه رحیم مشایی برخوردار بود. او در این پرونده متهم است به اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات شرکت‌های تولید کننده، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 7,065,000 یورو یا میگم دلار، که البته رأی پرونده پتروشیمی هم هنوز صادر نشده. یه خود توجه بفرمایید به شوهای این دادگاه اقتصادی و اینا. میدونستین که اصلا اینا همین دادگاه میگن این رأی چم صادر نمیشه، اونا هم که صادر میشه همشون آزادن. گفتم و باز یه برنامه خواهم گذاشت در این باره. خود مهدی جهانگیری 14 مهر 96 بازداشت شد در کرمان. اون موقع رسانه‌های جمهوری اسلامی از قول فرمانده سپاه اسرارالله کرمان تیتر زدن دستگیری یکی از ریشه های فساد توسط سپاه اسرارالله استان کرمان. سردار ابو حمزه گفت اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور از دلایل دستگیری مهدی جهانگیری است.
فرمانده سپاه سارالله استان کرمان با اشاره به اقدام سپاه در دستگیری مهدی جهانگیری که یکی از ریشه های فساد است افزود در استانی که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل 3 میلیون وام بگیرد، این آقایان میلیارد میلیارد هزینه می کنند. برادر او به جای اینکه بیاید این اقدام برادرش را تقبیح کند میگوید اینها به دنبال تصفیه حساب شخصی هستند. چه جوری میشه با این یکی از ریشه های فساد همین سپاه که این یکی از ریشه های فساد گرفته بیاد قرارداد ببنده با این یکی از ریشه های فساد، بگه 20,000 میلیارد تومان تو شرکتی که تو با فساد و سوء استفاده از قدرت داداشی و دزدی کلان رئیس شدی سرمایه گذاری میکنم 20,000 میلیارد تومان. مهدی جهانگیری 14 اسفند 96 آزاد میشه با وثیقه‌ای که در تاریخ قضایی ایران بی سابقه است، 1000 میلیارد تومان. فارغ از اینکه این مبلغ وثیقه در تاریخ قضایی ایران بی سابقه است و تازه 6000 میلیارد تومان بود که با رأفت اسلامی تبدیل شد به 1000 میلیارد تومان، فارغ از این رقم، مهدی جهانگیری طبق گفته خودشون 5 ماه زندان بوده. بعدن این وثیقه رو وثیقه میبرن و این وثیقه رو میدن میام. خب 5 ماه زندان طبق گفته خودشون، من که البته باور نمیکنم، طبق حکمشون 5 ماه زندان بوده و الان هم منتظر حکم قطعی دادگاه و مجازاتش به عنوان مفسد و اخلالگر اقتصادی. با این آدم که قاعدتا اگر زندان هم نمی بود باید ممنوع المعامله میشد مثلا طبق قوانین خودتون و هر عقل سلیمی تا مرحله صدور حکم که بعدش بره زندان یا هر مجازات دیگه ای، سپاه میاد با این آدم یه قلم 20,000 میلیارد تومان قرارداد میبنده، یعنی متعهد میشه که در مجتمع فولاد بنا به حاج مهدی جهانگیری 20,000 میلیارد تومان سرمایه بذاره. البته 20,000 میلیارد تومان که رقمی نیست برای برادران جهانگیری که یکشون نماینده معتمد رهبر معظم بوده همیشه از جانب اصلاح طلبها، همیشه وقتی کار اصلاح طلبا گیر میکنه همیشه مهدی جهانگیری است که تنها کسی است که همه دو جناح حکومت میگویند همشون که مهدی جهانگیری تنها معتمد رهبر معظم است از جانب اصلاح طلب. خب معذرت میخوام، اسحاق جهانگیری، عذر میخوام، اسحاق جهانگیری همین معاون اول رئیس جمهور. این هر دو زیر چتر حمایت قاسم سلیمانی بودن، روابط بسیار نزدیک اسحاق جهانگیری و مهدی جهانگیری به ویژه اسحاق معاون اول روحانی با قاسم سلیمانی داشته است و در ضمن دو تا داداش سپاهی هم داشتن که تو جنگ کشته شدن. اینا این به این قدرت و ثروت رسیدن که هرگز خوابش هم نمی‌دیدند. الان سرمایه چقدره؟ بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن، 5 هلدینگ اصلی با انبوه شرکت، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه گذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان و غیره و غیره. یکی دو قلم از رانت حکومتی برای مهدی جهانگیری فقط بگم خدمتتون. واگذاری 1,258,000 متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به شرکت سمگا، واگذاری امتیاز ساخت و بهره برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی، کمی الان این هتل‌ها برین رو سایتش عکس هتل‌ها ساخته شده هست و داره استفاده میشه. شرکت سمگا 31,000 متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین المللی امام خمینی دریافت کرد و در آنها هتل ساخت. قرار است سمگا بعد از 25 سال امتیاز این هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار کند. بعد رابطه سمگا و گروه مالی گردشگری که با قرارگاه خاتم سپاه همین هفته پیش قرار داد بست چیست؟ شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سمگا بازوی اجرایی گروه مالی گردشگری در حوزه گردشگری و هتلداری است. این نظام مقدس. حالا گلوتون رو پاره کنین دوستان عدالت خواه که آقای رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشورشون حواسشون باشه، حواسشون به منافع خودشون هست برادر. کسایی که انتظار معجزه از اینا دارن حواسشون نیست. داشتم توییتای وحید اشتری خبرنگار رو میخوندم همین دیشب. نوشته هزینه بیمه پرسنل قوه قضاییه ماهانه چند صد میلیارد است.
همگی زیر نظر یک شرکت واسط است که دفترش در خود کاخ دادگستری است و احتمالاً سود چند ده میلیاردی از این واسطه گری میبرد. اسم شرکت خدمات بیمه پشتیبان عدالت است. صاحبان چنین شرکتی با چنین رانت عظیم را جستجو کردم. عجیب این که خانم زهره منتظری دختر دادستان کل نایب رئیس هیئت مدیره اش است. اینقدر راحت در روز روشن رانت میلیاردی خانوادگی توضیح می کنند. بعد همین دادستان کل می خواهد با فساد و رانت‌های فامیلی مسئولین در سراسر کشور برخورد کند. این وضع مافیای حاکم بر سرنوشت و سفره 85 میلیون ایرانی است. انگار نه انگار که بی ترس از کرونا و آبرو ساعتها مردم تو صف وا میسن تا مرغ یخبسته کیلویی 17 هزار تومانی بخرن، روغن خوراکی بخرن، نون بخرن، تو صف اون آدم میکشن. انگار نه انگار که این مردم و اون مافیا هر دو در یک کشور دارن زندگی میکنن. هر خبری بشه پرده آخر توپ بریم، پرده آخر. من امروز فرمول تولید آمپولشم آوردم برای شما. یعنی یک کارشناس رو من تحویل بدم، زهر زنبورم بدم، میتونیم ما آمپول تکفیالی تولید کنیم که دیگه نریم این زنبورها را بکشیم. من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را، مریض فردا بلند شده رفته. راه نجات بشریت اعلام میکنم از ایران تنها آمپول زهر زنبور عسل است که در ایران 4.5 کیلو تولید میشه، در دنیا خیلی تولید میشه. گرمش در ایران 15 الی 18 دلاره، در سایت ها 80 دلاره. شب و روزگار خوش.